بیستم اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی و دهم می 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به ترور آخوند همدانی و موقعیت لاتها و لومپنهای غیر حکومتی در ایران. پرده آخرم آخر برنامه. یادآوری کنم فقط که کسایی که اینستاگرام دارن میتونن کل برنامه رو روی IGTV صدای آمریکا ببینن، البته بعد از برنامه. هفتم اردیبهشت 97، یک روحانی 46 ساله به نام مصطفی قاسمی در محله حاجی همدان به قتل رسید. فرد ضارب پس از پیاده شدن از سواری پژو 206 با اسلحه کلاشینکوف به سمت این روحانی که از حوزه علمی خارج شده بود تیراندازی کرد که در اثر این اقدام مقتول در دم جان خود را از دست داد. قاتل کی بود؟ بهروز حاجیلو میگن اسمش بوده، 46 ساله، گندلات همدان. بعد از کشتن آخوند هم محله‌ایش یه پست گذاشت تو اینستاگرامش، آخرین پستش تو اینستاگرام قبل از اینکه کشته بشه. چیزی گفتم حسرت به دلم نمونه، من زدم یه آخوند الان کشتم همدان. اینا بدانی دروغ نمیگه. چرا؟ دلیل ترور و قتل چی بوده؟ چند تا از دوستا و طرفدارای بهروز حاجیلو بعدن اومدن توضیح دادن. سلام به دوستان، خیلیاتون تو دایرکت از من پرسیدید که آقا بهروز چرا این آخوندو کشته. البته بعضی هم میدونن، ولی خب برای اون کسایی که در جریان نیستن باید بگم حدود یه هفته قبل یه آخوندی تو پیجش از بقیه آخوندها درخواست تبلیغ این موضوع رو داشته که دختره مجرد و زنای بیوه بیان صیغه هشت شعبی بشن که برای سرزده ها عراقی ها که به ایران اومده بودن و اگه حتی صیغه یک روزه هم بشن ثوابش مساوی با 100 سال نماز خوندن هستش. و این آخوندی هم که کشته شد امام جماعت مسجد کربلی، مسجدی که تو محل آقا بهروز هستش تو قاسم آباد، تو منبری که داشتن رفته این درخواست رو اعلام کرده و این به موضوع به گوش آقا بهروز میرسه و آقا بهروز هم خونش به جوش میاد و این آخوند رو به سزای عملش میرسون. اون پست فضای مجازی که قبل از اینکه به گفته ظاهراً به گفته خودش دوست بهروز حاجیلو، این ویدیویی که دیدین و صحبتی که شنیدین، گفت بعد از اینکه در فضای مجازی پستی گذاشته شده در این باره، به هر حال اون پستی که در فضای مجازی گذاشته شده و این آقا ازش صحبت میکنه، همون آخوندی که بله این پست به اسم سید مصطفی حجازی، ولی اسم حالا اون آخوندی که با عکسش اومدن این پست رو گذاشتن اومد تکذیب کرد، گفت اصلا من نبودم که این کارو کردم. اسم خودشه، سید مصطفی حجازی، و عکس هم عکس خودشه. خب فرزند سید جعفر دریابوری، اهل استان مازندران، شهرستان آمل. عکسی از بنده با متنی بسیار غیر اخلاقی و اسمی مستعار که به نام مصطفی حجازی است در فضای مجازی منتشر شد که اساساً دروغ محض و ربطی به بنده نداره. بنده اصلاً توییتر ندارم. اینو عرض کردم خدمت اون افراد و اشخاصی که منو میشناسن، که هیچ، اونایی که منو نمیشناسن خدای نکرده گمراه نشن. خب به اسم سید مصطفی حجازی اومدن گذاشتن اونو، در حالی که ایشون حجت الاسلام دریاباری به گفته خودشون هستن و همه میشناسنشون در لااقل حوزه محدودیتی که زندگی میکنن و نمیدونم وضع میکنن، منبر میرن، هر چیزی. به هر حال اون پستی که با عکس ایشون ولی به نام کسی دیگه گذاشته بودن و دیدین، یا قلابی بوده و یکی دیگه با عکس ایشون گذاشته بوده، یا وقتی قضیه بالا میگیره میان تکذیب میکنن. به هر حال
همون روز یا فردای روز انتشار این پست به قول آقای دریاباری جعلی خبر میدن به بهروز حاجیلو در همدان که حجت الاسلام مصطفی قاسمی امام جماعت مسجد کربلی تو محلتون محله حاجی همدون اومده همین حرفا رو منبر زده، اونم خونش به جوش میاد و از این حرفا. خانواده آخوند همدانی میگن اصلا و ابدا آخوند مقتول اهل این توصیه ها و این حرفا نبوده. هیچ وقت در این جهاد نکاح همچین چیزایی که مردم پشت سرش میگن واقعا دروغه. ما هیچ وقت همچین چیزایی رو که شنیدیم از کسایی که این حرفا رو میزنن حلالشون نمیکنیم، از خون شهیدمون هم نمیزنیم. ببینید تا اینجا به نظر میاد بر اساس شواهد که نسبت دادن اعلام جهاد نکاح از زبان آخوند همدونی چندان قابل اعتماد نیست. حالا چه کسی به چه دلیلی اون پست اولیه رو اینستاگرام گذاشته با عکس آقای دریاباری اینطور که خدای دریاباری میگه و بعد چه کسی به چه دلیلی آمده به بهروز حاجیلو گفته که مصطفی قاسمی اون آخوند مقتول چون حرف رو منبر زده، آیا زده یا نزده؟ به هر حال مجموعه شواهد مشکوک میکنه قضیه رو که چندان آدم میتونه اعتماد بکنه به اینکه این آدم رو منبر این حرف رو زده. بویژه که اگر زده بود بارها دیدیم که خانواده هایی که یکیشون رو به دلایل مشابه از دست دادن، دلایلی منظورم اینه که فرض بفرمایید چه میدونم دفاع فناتیک به اصطلاح و بسیار بنیاد گرایانه از ضد ارزش های فرهنگی و به اصطلاح ارزش های منبری و ایدئولوژی که این حکومت، اینا میان همچنان از آنچه مقتول یا به اصطلاح خودشون شهید دنبالش بوده دفاع میکنن دور و بر و خانواده‌اش، ولی هم در رسانه های حکومتی و هم از قول دختر آخوند همدونی که شنیدین می شود تا حدودی پذیرفت که اصلا آخوند همدونی چنین چیزی نگفته بوده. به هر حال حالا این یه برداشته دیگه. خب گندلات ما آقای بهروز حاجیلو می شنوه، یکی بهش میگه که آخوند رو منبر اینو گفته، اونم که یه انبار اسلحه داشته، یکیشو بر می داره میره آخوند رو میکشه، خیال میکنه از ناموس ایرانی در برابر هشت شعبی عراقی دفاع کرده. یه عده از دوستا و طرفداراش هم تو شبکه مجازی ازش حمایت میکنن که دربارهشون بیشتر خواهم گفت در همین برنامه. از فردای کشته شدن آخوند همدونی یه عده رو میگیرن. مثال فقط یک خبر، فرمانده پلیس استان همدان میگوید 31 نفر که در شبکه‌های اجتماعی از فرد متهم به قتل طلبه روحانی در این استان حمایت کرده بودند بازداشت شدند. خبرگزاری مهر رفته از خونه آخوند مقتول موقع مراسم ختم یه سری عکس گرفته منتشر کرده. این عکس ها رو ببینیم، تو هیچ کدوم از عکس ها هیچ تصویری از خمینی و خامنه ای رو دیوار نیست و چون میدونیم که خونه آخوند اگه مخالف حکومت نباشن یه چند تا تمثال مبارک دو رهبر به دیوار هست، قیاب این عکس‌ها به در دیوار خونه آخوند همدونی این شک رو تقویت میکنه که دار و دسته لات‌های حکومت ممکنه ترورش کرده باشن، تا هم یا آخوند امام جمعه طرفدار شاید آیت الله صادق شیرازی رو کشته باشن، هم توجیهی درست کرده باشن واسه بگیر و بند دار و دسته لات‌های غیر حکومتی آیت الله شیرازی و پسرش که میدونین مخالف ولایت خامنه‌ای هن و تو سخنرانی‌هاشون اینو مطلقا کتمان هم نمی‌کنن. و به هر حال من برای روشن شدن این موضوع پریشب تماس گرفتم با بیت آیت الله صادق شیرازی در قم. حاج آقا یک سوال داشتم، بنده مهدی فلاحتی هستم از واشنگتن آمریکا خدمتتون زنگ می‌زنم. بفرمایید. یک طلبه همدانی حدود یک هفته پیش 10 روز پیش در همدان جلوی خبر دارید. سوالم این است که یک شایعی هست که ایشون شاید هم خبر باشه که ایشون از طرفداران هست آیت الله شیرازی بودند، به این معنی که به هر حال تمایلی داشتند به ایشون و
به این دلیل که یک مقدارم اینقدر مشکوکه، من گفتم که از خودتون مستقیم بپرسم. بعید آقا، این حرفا بعید، اینا شایعاتی که پیش میاد. بله. مطلقا هیچ ارتباطی؟ نه آقا، هیچ ارتباطی نداره. یعنی ما همچین مستندی دلیلی نداریم که ایشون چی بوده، افکارش چی بوده، نمیدونیم، اطلاع نداریم. اطلاع ندارین؟ یعنی اصلا نمیشناسین اون آقا رو؟ اطلاع ما نداریم. اصلا اینجا هم تو ایران هم همچین شایعی نشده تا حالا، من نشنیده بودم. صحیح. از شما دارم میشنوم، من از شما. صحیح. بسیار بسیار ازتون ممنون. پس هیچ اصلا ارتباط که نداشتین، یعنی اون طلبه رو هم نمیشناختین شما؟ نه، ایشون همدان بود آقا، ایشون همدان ما قم هستیم. بله. بسیار خوب، ممنونم از شما. خداحافظ. خب این کل این گفتگو بود که شنیدین و هیچ توضیحی هم دیگه لازم نداره. به هر حال تصویر بهروز حاجی‌لو، این عکس می‌بینین 31 دسامبر 2000، تاریخش خیلی مهمه. این عکس رو بهروز حاجی‌لو، قاتل حجت الاسلام قاسمی که تو همدون کشته شد، این عکس رو 31 دسامبر 2017 یعنی 10 دی ماه 1396 گذاشت رو اینستاگرامش. 10 دی ماه 96 و زیرش نوشت: در سرزمینی که نتوان مردان زیست، مردان مردن بهتر از این زندگی است. درسته که از این نوشته ها توی پست های اینستاگرام یه امروز جوان و نوجوان کم نمیبینیم، من یکی زیاد میبینم از این پست ها که بچه های مدرسه به هر حال میذارن حالا، ولی نه با ژست اسلحه های ریز و درشت و دلول و شیشلول و بنابراین یک سوال مهم اینجا هست: از 10 دی ماه 96 تا 8 اردیبهشت 98 که این عکس روی اینستاگرام بهروز حاجی‌لو بود، مسئولان انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی نظام مقدس جمهوری اسلامی خواب بودن که نرفتن سراغ بهروز حاجی‌لو؟ بهروز حاجی‌لو پست‌های ویدیویی دیگه ای هم گذاشت رو اینستاگرامش با اسلحه. این آدم مخفی هم نبود، بیش از آدم‌های عادی هم شناخته شده بود، چون به هر حال لات محله و شهر بود، همه میشناختنش، غیر از اینکه با گندلات‌های تهران هم رفیق بود و ارتباط داشت، مثل وحید مرادی که ظاهراً اونم اصالت همدونی داشته. 14 بار میگن افتاده بود زندان، پشت گردنش نوشته بود کینگ، عقاب ایران، تمام تنش رد چاقو داشت و تتو، خودش میگفت در تعقیب و گریز پلیس بارها تیر خورده، 7 بار تیر خورده. از 17 سال پیش طبق گزارش هایی که هست سلاح به دست با قلدری تو محله های مختلف تهران و کرج قدرت نمایی میکرد و تو اینستاگرام به خاطر فیلم قلدری ها شده بود شاخ اینستاگرام به اصطلاح. بعد آقا وحید مرادی 11 تیر 97 تو زندان رجای شهر تو درگیری بین 2 گروه زندانیا کشته شد، که خیلی هم اومدن گفتن مشکوک بوده، فلان بوده، نمیم تشییع جنازه شلوغ شده از این داستان. خب حالا کاری به اون قسمت ندارم. مگه رابطه نزدیک بهروز حاجی‌لو که همین هشتم اردیبهشت کشته شد به خاطر کشتن حجت الاسلام همدونیه، آیا رابطه نزدیک بهروز حاجی‌لو و وحید مرادی رو این همه دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی و سرکوب نمیدونستن؟ اینا که همه چی رو میدونن؟ اینا که تا میخوان اراده بکنن و میکنن، میرن دوربین و نمیدونم دستگاه شنود تو اتاق خواب و مستراح خونه های خودشون کار میذارن حتی؟ اینا نمیدونستن؟ چرا پلیس و دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی با وجود این عکس‌ها و اون اسلحه بازی‌ها تو پست‌های اینستاگرامی بهروز حاجی‌لو بعد از نزدیک 2 سال که اونا رو گذاشته بود نمیره سراغش؟ چرا؟ بهروز حاجی‌لو چند روز پیش از قتل
با لایو و پست های اینستاگرامی خبر از یک واقعه می دهد. اگرچه این موضوع در صفحه او مسبوق به سابقه نبوده و رفتار خشونت آمیزی در دو سال اخیر از وی دیده نشده، اما این سوال باز است که چرا او و نزدیکانش پیش از ارتکاب جنایت تحت تعقیب قرار نگرفتند. دوم، بر اساس شواهد شکی نیست که بهروز حاجی‌لو بهروز حاجی‌لو از لاتهایی بود که با حکومت نبود. این جماعت لاتا، این بخش، این فرقه، این شبکه، اینا مثل مدده‌ها که جمع میشن، عرقشون رو میخورن، تریاک و هر کوفت و زهرمار دیگرشون رو میکشن، مدام هم صلوات میفرستن، خرج ناموس فاطمه زهرا و همه اطهار میکنن. اینا اینجوری نیستن. یه نمونه ببینین از محفل عرق‌خوریشون. امین مروتی از گندلاتای پاکدشت با بهروز حاجی‌لو نشستن کنار هم، بهروز حاجی‌لو که کشته شد و اطرافیان هم هستن. ببینیم داداش زحمت کشید دستون رو نگه کرده داداش این پکی بدنم سلامتی این جمع همه تو نور چشای منی دستون رو نگه کنه وزمتون خوب بود بچه شما خلخالی ها هم شریعه من هم در سلامتی داشت به روز آجلی و روز چشم من داشت هم اداش امید بچه همه دان همه شو تاج سر هم سلامتی تک تکیتون داشت در سلامتی دختر کبیت فروش که به خاطر آبروش کبیت میگوشه ولی خوش ها نمیگوشه پدر زمان کشمادر دستوز خواهره نجم ما در مسئله خاک داشت هم آقا بایید البته برای همه هم دست سلامتی تک تکیتون بله، قلیونشون هم کلاشنکوف بود. وقتی اعلام شد که بهروز حاجی‌لو کشته شده، کلی عکس و کلیپ اینجوری که دارین میبینین رفت تو اینستاگرام و تلگرام و غیره. روح شاد و در سرزمینی که دوباره همونو نوشتن مردان زیست مردان مردن بهتر از این زندگی است. از این حرفا بهروز حاجی‌لو بیش از 90 هزار دنبال کننده دارد، فالوور دارد که اکثر آنها طرفداران و هواداران او هستند. فضای مجازی پر شده است از کلیپ هایی که از مردانگی بهروز حاجی‌لو میگویند و آواز و ترانه میخوانند به کردی و ترکی و فارسی. چرا بهروز حاجی‌لو بعد از آخوندکشیش و بعد از کشته شدنش به دست پلیس اینقدر طرفدار پیدا کرد و طرفداراش علنی ازش حمایت کردن؟ این سوال بعدی. مسئله مهم دیگه این است که ترور وابستگان و مسئولان حکومت اگر کار بدی است و جنایته، چرا حضرات مسئولان جمهوری اسلامی ایران و نظام مستقر حاکم بر کشور، چرا شما قبل از انقلاب 57 از هیچ جنایتی برای نشون دادن مخالفتتون با حکومت مستقر اون روز پرهیز نمی کردین؟ محمد مهدی عبدخدایی از قدیمی های فدایان اسلام یا تو سیمای جمهوری اسلامی تلویزیون رسمیتون میگه من حسین فاطمی رو ترور کردم، اگه امروزم تو همون شرایط قرار بگیرم باز همون کارو میکنم. این مهمه. حسین فاطمی وزیر خارجه دکتر مصدق بود، رفته بود سر مزار محمد مسعود روزنامه‌نگار ترور شده سخنرانی بکنه. تا اینکه شب در روزنامه خواندیم، شب جمعه بود، فردا سر قبر مسعود توی این قبرستان ظهیر دوله که در شمران نزدیک دربند هست، سر قبر مسعود آقای دکتر فاطمی سخنرانی میکنه. من و آقای گلدوستنامی که فوت کرده از در گذاشتیم جیب بون پشت اومدیم تو، عرضم به خدمت شما سر قبر ظهیر دوله. نیکپور ناینی بود صاحب بانک پارس، بغل دکتر فاطمی ایستاده بود. بین من به دکتر فاطمی یک قبر فاصله بود. دکتر فاطمی من صحبت کنه، من از لحر کشیدم ماشره تکان دادم، صدا بلند شد، شروع شد، من اثر انداختم روی قبر. یه شخصی بود به نام عباس گودرزی، جگرفروش بود تو تجریش، تو تجریش
اومدون رو ورداره گفتن سرش. من دمونه میزنن فریاد کشتم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. من زدم جمعیت ریخت. من زدن و پاسمان رو ریختن من از دست جمعیت. بیرون آوردن توی یک ماشین سواری گرفتن. آوردنم توی کلانتری شمران بیارن. دیدن شلوغه من آوردن شهرمانی. بعدم 8 سال بهش حبس دادن. با این خوشحالی دیدین دیگه همچین چه شعفی تعریف میکنه اون و اون مخصوصا اون چه میدونم چی میگم خبرنگار تحلیلگر چی کاری نظام در سیمای جمهوری با چه شعفی داره گوش میده و خوشحالی. ترور حکومتی ها برای شما کار بسیار شوق‌آوریه، البته حکومت قبلی که شما مخالفش بودین. تو خاطرات خلخالی یه نمونه هست از ترور آدمای بیگناه در قبل از انقلاب. خلخالی اومده میگه یک شیرزن قومی، یعنی شیرزن بوده داره براش کف میزنه، یک شیرزن قومی به بهانه اینکه میخواهد از یک طرف خیابان به طرف دیگر برود از پلیس آدمکش، اون پاسبون راهنمایی رانندگی کجاش آدمکش بود آخه، از پلیس آدمکش استمداد میطلبد. آنها نیز بازی او را گرفته و او را به طرف دیگر خیابان میبرند. در همین انگام آن زن دشنه ای از زیر چادر خود درآورده و شکم یکی از آنها را پاره میکند. بعدم تو همون صفحه همونجا اگه بتونیم نشون بدیم ببینین همونجا نوشته ماموران همه جا مراقب بودن که مردم نریزن خیابون. به هر حال حالا همین حرفا و همین سطر رو که الان براتون خوندم بیارین تو زمان فعلی، همین حرفایی که از خلخالی خوندم براتون خاطر، بله بذارین اون یک شیرمرد قومی یا همدونی یا هر جا میشنود که امام مسجد کربلی گفته زنان ایرانی صیغه هشت و شعبی شوند ثواب دارد، اسلحه اش را بر می دارد و می رود شکم او را پاره می کند. بذارین تو وضعیت امروز یا باز بذارین برگردم به عقب. محسن رفیق دوست میگه ساواکی رو دنبال کردم دو کوچه بالاتر رسیدم بهش با چماق زدم کشتمش انداختمش تو جوب آب، خدا انشاءالله قبول کند. اون موقع اینترنت و فضای مجازی نبود که این شاهکارا رو رفیق دوست و امثال هم اعلام کنن. امروز فضای مجازی هست و محل انتشار همین حرفا هم هست. یا آخوندی آمده یا میگن آمده گفته زنها برن صیغه بشن، اونم صیغه افراد هشت و شعبی یا هر گروه شبه نظامی دیگه که مردم به هزار دلیل ازشون متنفرن، هم مالی هم امنیتی هم ملی. بعد یه نفر این وسط میره طرفو میکشه، کار بدی کرده، جنایت کرده. پس شما که قبل از انقلاب همین کارا رو میکردین، جنایت کارین که بعد اومدین قدرت سیاسی رو هم گرفتین و حاکم مملکت و همین مردم شدین. شما کار خوبی کردین؟ خب چرا این بابا یا اونایی که تو مترو زدن آخوند و کشتن با چاقو، چرا اونا کار بدی کردن؟ مردم کارت به استخونشون رسیده. فقط دو نمونه از بازتاب نارضایتی مردم در مجلس رو ببین. اول انقلاب میگن آمار زندانیا 10,000 تا بوده، امروز رسیده به 220,000 نفر. میخوایم اجازه بدیم قوه قضاییه سالی 40,000 متر مربع ساختمان بسازه، برای چی؟ مگه این اندازه ما قوه قضاییه میخوایم؟ مگه 80 میلیون نفر میخوایم بکنیم تو زندان؟ طلاق‌های نجومی، بیکاری نجومی، فحشای نجومی، جوانان بیکار نجومی، اینها را میبینیم، اما متاسفانه صرفاً یک برخورد نمایشی با این داریم. تلختر از اون همین که در جلسه اخیری که خدمت سران و قوا در همین مجلس برای اولین بار در طول تاریخ بودیم، این رئیس قوه میداخت گردن اون میداخت گردن این، ترزی رو برف کردیم. همیشه اعلام میکنیم افتخار ما این است که 98.2% به جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دادن و مردم راضی بودن. برید بین مردم ببینم الان مردم راضی هستن. بله یه تفاوتی فقط داره شرایط امروز با دیروز. شرایط دیروز اولا نارضایتی عمومی در این سطح امروز نبود و نکته دیگر این که شما سازماندهی شبکه ترور داشتین، سازماندهی میکردین، فتوا میگرفتین از خودتون و میرفتین آدم رو میکشتین. خب در امروز در شرایط نارضایتی عمومی به ویژه جوانان، وقتی رهبری برای هدایت نارضایتی مردم نباشه، دست دادن به آخوندکشی های گاه و بیگاه صرفاً از سر خشم برای شما عجیب به نظر میاد.
من و شمایی که میدونیم این آخونده از کجا به کجا رسیدن. وقتی میبینیم که برای مثال بزنین کریمی قدوسی نماینده، از اون نمونه بیارم، همین پریروز یک توییتی زده بود، نماینده مجلس، بله، نوشته حضرت آیت الله صادق لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص، شنیده شده حضرت عالی قسمتی از مجموعه تشریفات قوه قضاییه را که برای مهمانان خارجی تجهیز شده جهت سکونت در تهران انتخاب کردید. قرار بر سکونت جناب عالی در منزل مهیا شده برای مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بود. خب شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مرد، خونه‌شو میبایستی بدن به رئیس مجمع تشخیص بعدی که همین لاریجانی، صادق لاریجانی. صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامه. این تصویرها رو شما کجا دارین میبرین؟ لطفاً همونجا نگه دارین، من دارم صحبت میکنم. خیلی ممنونم. ببخشید. بله. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است. این آدم رو برکنار میکنن، میشه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید بره تو خونه اون شخصیت حقوقی، یعنی خونه مثلا رئیس جمهور که میره تو کاخ ریاست جمهوری مثلا. این آقا برداشته رفته مهمانسرای مجلل مهمانان خارجی قوه قضاییه رو با خدم و حشم و همه چی برداشته برده اونجا که اونجا زندگی بکنه. چیکار میشه کرد وقتی آخوند دوزاری دیگه کاخ ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام براش تنگ و کوچیکه، با راننده و خدم و حشمش میره تو مهمانسرای مجلل قوه قضاییه زندگی میکنه؟ اگر تشکل‌های مدنی آزاد بود، اگر آزادی بیان وجود داشت، اگر رسانه‌ها آزاد بودن، مردم می‌رفتن تظاهرات می‌کردن، صادق لاریجانی رو رسوا می‌کردن، روزنامه‌ها می‌نوشتن، تلویزیون ول نمی‌کرد موضوع رو تا صادق لاریجانی بیاد از مردم عذرخواهی کنه و بعداً محاکمه بشه به خاطر سوء استفاده‌اش از قدرت. وقتی این ابزار ابتدایی آزادی مدنی وجود نداره، جوان مملکت هم هیچ راهنما و رهبری نداره برای تنظیم خشم خودش از وضع موجود. وقتی هیچ کدوم اینا وجود نداره، عجیبه اگر میبینیم که یک آخوند بسا بیگناه رو ترور میکنن، 100,000 نفر هم خوشحالی میکنن واسه این کار. همین رهبر معظم اوائل انقلاب سخنرانی میکرد درباره موقعیت مردم در جمهوری اسلامی، زمان زیادی از انقلاب نگذشته بود. بابا اجتماعات رو این مردم به وجود میارن، راه پیمایی ها رو اینا به وجود میارن، بار گرانی بر دوش ایناست. اون کسی که پول داره از بیت المال میگیره که گرانی رو نمیفهمه. اون وقتی هم که بگن مردم کم مصرف کنید تا یه اندازه گرانی بشکنه، باز اینا کم مصرف میکنن، اونا مصرفشون روز به روز زیاد میکنن. بیکاری مال اینها، گرانی مال اینها، سختی مال اینها، با آثره اقتصادی ضررش مستقیماً متوده توده مردم، آخرش هم هیچ کاره مملکت، پولشون رو بدن به این مسئول و اون مسئول بخورن و به ریش انقلاب و این مردمی که برای انقلاب جان دادن و خون دادن بخندن. این قابل تحمله؟ نه خیر، قابل تحمل نیست قطعاً. دیگه الان بعد از 30 چند سال که تاریخ اون سخنرانی میگذره قابل تحمل نیست و خود گوینده اون حرفا حاکم اصلی این نظام آسی کننده مردمه. این مردم چون دیگه تحمل نمی کنن میرزن تو خیابون سال 88, 89, 96, 97 و هر بار شورشیتر و با شعارهای تندتر و این وسط ترورایی هم شبیه کشتن آخوند احمدونی اتفاق میفته، کلی جوون بی آرمان هم واسه قاتل کف میزنن. عجیبه؟ آخوند تجسم نظام فقاهتی حاکم بر ایران امروزه. چرا کار شما درست بود، کار اینا نادرسته؟ چرا کار شما قبل از انقلاب درست بود، کار اینا نادرسته؟ معیار چیه؟ هر دوتون ترور میکنین، هر دو وحشت را میندازین، آدم میکشین، افتخارم میکنین به این کارتون. هم قاضی میشین، هم مجری حکمی که خودتون دادین. دنیای امروز صدها ساله که از این شیوه وحشیگری فاصله گرفته، ولی تو ایران در بر همین پاشنه میچرخه، چون شما روزمره تولید خشم میکنین، تولید کینه و نفرت میکنین و جامعه ایران بیش از نیمی از جمعیت زیر 30 ساله هستن و خشم و نفرتشون از شما هدایت نشده است
چون رهبری اپوزیسیون درست حسابی محکمی وجود نداره هنوز که بتونه اینا رو نارضایتیشون علیه شما هدایت بکنه، سازمان بده. این روند از کجا شروع شده و به کجا میرسه؟ من دیگه حرفی ندارم. در خدمت آقای دکتر مسعود نقره‌کار هستیم، نویسنده و تحلیلگر سیاسی و اجتماعی. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. شما کتاب تحقیقی مهمی نوشتید 2 سال پیش، شاید 3 سال پیش، درباره نقش سیاسی اجتماعی جاهل‌ها و لات‌ها در تاریخ معاصر ایران که اسم اصلیش بود زنگی‌های گود قدرت. برنامه داشتیم قبلا در این کتاب، درباره این کتاب تو این برنامه. 30 و چند سال هم هست که شما در حیطه روانشناسی فردی و اجتماعی کار کردین و می‌کنین. سوال اولم این است ازتون که اصولاً لات‌ها و لومپن‌ها تا اونجایی که بنده اطلاع دارم آخوندکشی تو کارشون نبوده، آیا قتلی که تو همدان اتفاق افتاد رو میشود به حساب شروع آخوندکشی به دست شبکه‌هایی از لات‌های غیر حکومتی گذاشت، به ویژه با توجه به شرایط فعلی؟ بله، نخست سلام میکنم به شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم با شما هستم. ببینید، روحانیون، آخوندها و جاهلها و لاتا میدونید که تاریخاً یک رابطه بسیار خوب و نزدیکی با هم داشتند و دارند. در همین 70-80 ساله اخیر که نگاه بکنیم، حتی مقاطعی که میشه گفت جاهلها و لاتا از قدرت سیاسی برای نمونه دوره محمد رضا شاه حمایت میکردن، باز احترامشون و رابطهشون با روحانیون و آخوندها یک احترام در واقع فائقه بود به قول خودشون، و خیلی رابطه نزدیکی داشتن. این رابطه البته یک رابطه یک طرفه نبود از طرف جاهلها و لاتها، بلکه روحانیون هم همینطور. و این پیوند همونطوری که میدونید دلایل گوناگون داره، هم دلایل مذهبی، هم دلایل اقتصادی و هم دلایل شخصیتی و دلایل دیگه، ولی بیشتر دلایل مذهبی است. چون جاهل ها و لاتا میدونید که مذهبی هستند و همیشه در واقع رابطهشون رو با روحانیون در همین رابطه با آخوندها به ویژه حفظ کردن. این رو ما دیدیم حتی در سالهای 32 شعبان جعفری علی‌رغم مشکلاتی که داره با آیت الله کاشانی، چه برخوردی با کاشانی داره، یا طیب حاج رضایی با آیت الله زنجانی یا آیت الله لاله‌زاری و بسیاری دیگه از این سرکردگان جاهل‌ها و لاتا. خود همین نشون میداد که در هر شرایطی این رابطه رابطه خوبی است، و اینها همون بر اساس نگاه خودشون، ساده ترینش که لباس اینها لباس پیغمبر است، یک احترام خاصی برای اینها قائل بودن. و خب دلایل دیگر، ما در طول این 70-80 ساله نمونه ای که آقای بهروز حاجی‌لو مطرح شد در رابطه با ایشون و عمل کرد رو نداریم، یا در حد اطلاعات من ضرب و شتم روحانیون از طرف جاهل ها و لات ها بوده به تحریک حکومت. برای نمونه سال 42 در مدرسه فیضیه. ولی کشتن آخوندها با این ویژگی که بهروز حاجی‌لو در واقع در رابطه باش مطرح میشه نبوده و نداشت. بنابراین به نظر من یک زنگ خطره، برای اینکه همونطوری که میدونید بلا فاصله بعد از این ترور واکنش هایی که شاهد هستیم واکنش های گسترده است، غیر مترقبه. یعنی هم جاهل ها و لات های مثل بهروز حاجی‌لو میدونید آمدن در شبکه های اجتماعی که خب واقعیتش قروخ کردن تا حدودی این شبکه های اجتماعی رو، آمدن و به زبان خودشون یک دمت گرم هم به حاجی‌لو گفتن و ادامه راه اونو قول دادن ادامه بدن. نه فقط جاهل ها و لات های در این طیف، بلکه خود واکنشی که ما از جوانان و بخشی از مردم میبینیم. بنابراین به نظر میاد این عمل و واکنش هایی که شاهد هستیم و در این حال سطح نارضایتی در جامعه و
به هر حال مسبب دانستن آخوندها در بروز این نارضایتی ها این غیر قابل پیش بینی نیست که این روند و این شکل کار از طرف جاهل ها و لاتا از طرف این طیف از جاهل ها و لاتا که هم اسلحه دارن و هم ویژگی هایی که به لحاظ روانی رفتاری درشون سراغ داریم بعید نیست که ادامه پیدا کنه. آقای دکتر نقره‌کار، حالا من البته توضیحکی هم بدم، اشاره کردین به ماجرای مدرسه فیضیه، همونطور که فرمودین اون دار و دسته لاتایی که با آخونده تو مدرسه فیضیه یا تو قم حمله کردن به تحریک به هر حال عوامل حکومت وقت بود، در واقع اون جاهلا و لاتا اونام حکومتی بودن یا مزدور بودن، پول گرفتن از حکومت. این بخش آدمایی مثل همین بهروز حاجیلو و... که یک شبکه هستن، فقط هم در همدان نیستن، در تهران به ویژه بیشترن، در شمال هستن زیاد میدونیم، حتما در کرمانشاه و شهرهای دیگه هستن. این شبکه، شبکه غیر مذهبی بودن، غیر دینی بودن، میدونین غیر مذهبی بودن از این نظر میگم، ممکنه که مثلا من شنیدم، من نمیدونم که چقدر این درست، نمیدونم شما میتونین منو تصحیح بکنین، که وحید مرادی که کشته شد تو زندان مثلا سعی کرده بود حکومت بهش برسه و برایش رشته بود برده بودش مثلا به عنوان حافظ چیه مثلا مزار موهوم حضرت زینب در نمیدونم سوریه در کجا در اونجا در این حد، ولی اینکه اینا مثل مداها سینه سپر کنن در برابر چه میدونم مثلا خرج بدن تمام محرم دهه عاشورا و بعد، یعنی به عنوان لاتای مذهبی مطرح شدن، به ویژه که اصلا از سر و روشون و طرز زندگیشون هم میباره که اینا نه مذهبی بودن هیچ وقت، نه الان تلاشی دارن برای اینکه به حکومت مذهبی بچسبن و ای بسا یه مقدار عرق ملی گرایی و با این ناسیونالیسم افراطی که در ایران هم هست بعضی وقتا خیلی مطرح میشه اینها عمل بکنن، قهرمان بشن و دور بریاشون هم خب خیلی ازشون قهرمان میسازن. اینجوری نیست، میخوام بگم اینا آیا پدیده جدید لات ها نیستن در ایران که به وجود اومدن و کم هم نیستن؟ ببینید جدید نیست ولی به نوعی تغییر یافته است. ما دوره شاه طیفای مختلفی از جاهل ها و لات ها رو داشتیم، یه طیفی که شعبان جعفری و اطرافیانش بودن، یک طیف طیب حاج رضایی، یک نسلی از جوانها هم اون دوره در واقع به عنوان نسل جوان جاهلها و لاتها بودن، مثل اگه من میخوام نام ببرم حسین فرزین، مرتضی تکیه، که اونها با توجه به یک نوع مدرنیزاسیون فرهنگی در اون دوره اون جاهلهای فاصله گرفتن. بیشتر میدونید دورور کاباره ها و دانسینگ ها و هتل ها و توی اون فضا کار میکردن، اصلا یک نسل متفاوتی بودن. اینها درست مثل این طیفی که ما الان صحبتش میکنیم مذهبی نبودن ولی فرایض و مناسک مذهبی را انجام میدادن، نماز میخوندن، سینه زنی میرفتن، نمیدونم تکیه میرفتن، یک سری از این کارا، کربلا میرفتن، مثل همین گروه آقای حاجیلو اینا میبینید کربلا میرن، میرفتن، میرن سوریه میرن، بنابراین مناسک و اون فرایض رو انجام میدادن ولی خلافکاری های دیگه ای رو هم داشتن که اصلا خانایی نداشت با آنچه که به هر حال شرعی یا ضد شرعی مطرح میشه. به نظر من میاد این طیف از جاهل ها و لات ها در ادامه اون طیف هستن، منتها تغییر کردن. شما ببینید توانایی اینها و ذهنیت اینها در استفاده از شبکه‌های اجتماعی چقدر تأثیر داشته، یا حتی برخوردهایی که با هم دیگه دارن. اینها مذهبی به اون معنا نیستن که جاهل‌ها و لات‌های متدین فدایان اسلامی هستن و در حکومت هستن، ولی باورهای مذهبی دارن در همین حدی که من بهش اشاره کردم. بنابراین اون روی اون پایگاهی که در واقع اون جاهل ها و لات های متدین ایستادن اینها نیستن، یعنی خود حکومت هم از همون اوائل میدونست اینها وفادار نیستن و به حد تدین و وفاداری اینها تردید داشت.
و خب واقعیتش هم همین هستش. بنابراین این طیف به نظر میاد اصلا جدا از اون طیف جاهل‌ها و لات‌های متدین و حکومتی طیف خاصی هستن که البته بخشی از اینها میدونید که حکومت اینها رو به عنوان اراذل و اوباش چقدر تحقیر کرد، مورد توهین قرار داد، آفتابه به گردنشون انداختن. یعنی خود حکومت از یک طرف این بخش رو تحقیر و تحمیق و حتی ضرب و شتم و اینا در این حد باش برخورد میکرد و اعدام، و از طرف دیگه گاه هم، حالا من فرصت چه اشاره میکنم، نمونه هایی هست که نشون میده در این حال به عنوان یک نیروی ذخیره هم روی اینها تا حدودی حساب میکرده که در به عنوان ابزار سرکوب یا ابزار پیشبردهای مقاصد سیاسی خودش استفاده بکنه. بنابراین به نظر یعنی معذرت میخوام، یعنی فکر میکنین که این که از دهم دی ماه 96 تا نهم اردیبهشت 98، هشتم اردیبهشت 98 که کشته شد بهروز حاجی‌لو، که این عکسای اسلحه بازی و این داستانا رو روی اینستاگرامش گذاشته بود و مسئولان انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی نظام مقدس نرفتن سراغ بهروز حاجی‌لو، دلیلش این بوده که به عنوان ذخیره میخواستن نگرش دارن؟ ببینید، چون فقط بهروز حاجی‌لو نیست و نبود، شما وقتی این ویدیوهای اینا رو که در شبکه‌های سراسری هست میبینید، سالهاست، جدیدم نیست، این ویدیوها در واقع از فحاشی و شاخشانه کشیدن و حتی قرار گذاشتن برای دعوا و نشان دادن کلت به هم دیگر، فقط ایشون نبود، زیاده که کلتاشون رو به هم نشون میدن، رجز میخونن، قرار میذارن و فحاشی های به هر حال خیلی مستهجن و اینا. شما وقتی به دقت بکنید میبینید این تازگی نداره، این سالهاست شبکه های اجتماعی داره اینها رو پخش میکنه، اینها رو فیسبوک، رو اینستاگرام سایت دارن، اصلا به نظر میاد به شکلی تشکل، حتی اینقدر کارشون تو این شبکه ها با برنامه است. حکومتی که ما میدانیم چگونه رسانه ها رو کنترل میکنه، چگونه سانسور میکنه و در چه حدی تو این حوزه تواناست، چگونه هست که سالیانی تحمل میکنه، در واقع این سواله، من نمیخوام حکمی صادر بکنم، که در شبکه ها این نوع فحاشی ها، این نوع حتی توهین به اسلام، نمیدونم برخوردهای مختلف از اینها، نشان دادن کلت و اسلحه های دیگه، ولی در واقع اینها وجود دارن و هنوز هم همین کار رو میکنن. من گمان خود من این هستش، نه اینکه بگویم اینها در واقع نیروهای حکومتی هستن، ولی حکومت برای نمونه سال 1188 در جنبش سبز از بخش از اینا استفاده کرد. حکومت فکر میکند که اینها رو میتواند به عنوان نیروهای ذخیره خودش حفظ بکنه، و با توجه به اینکه درون خود حکومت هم این نوع شخصیت ها و تیپ ها کم نیستن، به همین خاطر من فکر میکنم دودی مماشات میاد با اینها که شاید بتونه این استفاده رو بکنه. ولی خب این حرکت آقای حاجی‌لو یا واکنش هایی که الان میبینیم، خب به نظر من ورق رو عوض خواهد کرد. ورق رو عوض خواهد کرد منظورتون چیه؟ من بذارین اینو بس کنم به پست هایی که بعد از کشته شدن بهروز حاجی‌لو، بعد از آخوندکشیش در واقع، بعد از کشته شدنش به دست پلیس، من اینم توضیح بدم که روشن بشه. یکی از دوستان همین الان به من گفت که اگه دقیق بگی روشن‌تر میشه مسئله کشته شدن بهروز حاجی‌لو رو. بهروز حاجی‌لو هفتم اردیبهشت در جلوی مسجد کربلی حجت الاسلام مصطفی قاسمی رو، اگه اشتباه نکرده باشم اسم ایشونو، با دو گلوله کلاشنکوف میکشه و بعد فرار میکنه و بعد به گفته پلیس ساعت 5 روز بعد به تله پلیس میفته و بعد از 20 دقیقه تیراندازی دو طرف و زخمی شدن یکی دو تا از پلیس ها کشته میشه. باری حالا آقای دکتر معذرت میخوام، برمیگردم به همون سوال که بعد از اینکه آخوند رو میکشه و بعدش که به دست پلیس کشته میشه، کسایی که اومدن براش هورا کشیدن یا به قول شما گفتن بهش دمت گرم، روحت شاد، اینا همه لاتای دوربرش نبودن، کلی نوجوانا و متاسفانه و جوانای
میبینیم که یارو اصلا قیافش به هیچ وجه نمیخوره که از کنار یه لاتی مقرد شده باشه، ولی میان حمایت میکنن از کار او و از خود او در فضای مجازی. شما گفتیم برق برمیگرده با این اقدام، آیا منظورتون همین بود یا به هر حال من نمیدونم این نتیجه چه میشه یا همچین حمایت یا همچین عملی؟ ببینید ورق برمیگرده منظور من این بود که برخورد حکومت با اینا متفاوت خواهد شد. به احتمال مسئله سرکوب شدید اینها رو ممکنه تو دستور قرار بده، یعنی کنترل همین شبکه‌ها و یا این برخورد. من یه اشاره کوچیک بکنم، اینکه حکومت دست اینا رو در این حال در رابطه با این برخوردهای رسانه‌ای و شبکه‌ای باز گذاشت، که بعضی از ویدیوها اینها نزدیک به بالای 500 هزار تا نزدیک 1 میلیون بیننده داره هستش، بازگذاشت برای اینکه در این حال از نظر روانی هم من فکر میکنم برای اینکه تا حدودی مشغول نگه داره بخشی از جوانان رو به این نوع فرهنگ و به این نوع برخورد. من ورق برگشتن رو از زاویه در واقع سرکوب اینها و کنترل اینها عرض میکنم بعد از این ترور. منتها یک نکته ای هم شما اشاره کردید راجع به حمایت هایی که میشه، فقط لات ها و جاهل ها و این جوان ها نیستن، اپوزیسیون حکومت اسلامی در خارج کشور، در واقع شما نگاه بکنید به ویژه بخشی که تعلق پیدا میکنه به طرفداران نظام پادشاهی، اینها در همین شبکه ها از ایشون قهرمان و پهلوان ساختن و بسیار حمایت میکنن. یعنی بخشی از اپوزیسیون هم فلواقع دلش خنک شده از این حرکتی که ایشون کرده و از این پهلوان ساخته و حمایت میکنه. بنابراین میخوام بگم این واکنش گسترده جدا از تأثیراتی که خواهد داشت در رابطه با مسئله ترور، مسئله خشونت و مسائل دیگر، در این حال حکومت رو هم الان متوجه اینها خواهد کرد که دیگه اگر هم میخواسته اون استفاده ها رو بکنه به نظر میاد الان شرایطش عملی نیست. البته بخشی از سلطنت طلبا خوشحال شدن از این ماجرا و بخشی حتی از غیر سلطنت طلبا هم خوشحال شدن از این ماجرا، همینطور که میفرمایید. باری حکومت از اول انقلاب همینطور که شما فرمودین اشاره کردین تو صحبتتون، یکی از کارهای سازماندهی شبکه های لات و لوت‌های محله ها بود تا ازشون هر جا بخواد استفاده کنه، مثلا تو سرکوب های خیابونی گفتین و تو زندان ها به ویژه به عنوان شکنجهگر. بعد دوره احمدی نژاد اومدن کلا مخملی های قبل از انقلاب و آپدیت کردن به اصطلاح. همایش بزرگ داشت شهادت حضرت زهرا با عنوان اتریاس با حضور حداد عادل پدر عروس رهبر معظم، مهرداد بزپاش مدیر عامل سابق سایپا و مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران، دوشنبه 3 اسفند 94 در سالن همایش‌های حسینی شهدا و توسط جمعیت آبادگران ایران اسلامی برگزار شد. این مال سال 94 دوره دولت تدبیر امیده. یکی از راهروهایی که لاتا از اون طریق به حکومت وصلن امروز از زمان رهبری آقای امام خامنه ای مده‌ها هستن و یکی از لات‌ترین مده‌ها سعید حدادیانه با همه خصوصیات یه لات. و یه سری عکس هست ببینین اینجا، مال آبان 92 ختم پدر سعید حدادیان از وحید بیت رهبر معظم گرفته اومدن برای تسلیت تا قالیباف و محسن رضایی و فرمانده های سپاه و وزیر دفاع سابق و مسئولین باشگاه ورزشی و فوتبالیستا و یه همچین جمعی. یکم سریع‌تر برین جلو. یه همچین جمعی چه چیزی رو نشون میده از نظر روانشناسی اجتماعی؟ در واقع چه فرقی کرده جایگاه لومپنا و لاتولوتا بعد از انقلاب؟ آقای دکتر نقره‌کار یه 2 دقیقه ای فرصت داریم، خواهش می‌کنم. ببینید من سریع بگم، اون آقای حداد عادل که اشاره کردید پدرشون در کنار طیب در جنوب شهر هیئت‌های زیادی داشت، از جمله هیئت کلامخملیا در گذشته که الان این هم ادامه همونه. اون تا ببین مداها، آقای سعید حدادیان به نگاه ما و به درستی یک مداح لاته، ولی در حکومت یک شخصیت
سیاسی مذهبی حکومتی است، برای اینکه خود این حکومت فی الواقع یک نوع جاهلیسمه. به همین خاطر مرگ پدر ایشون مرگ یک مدعا عادی تلقی نمیشه از جانب حکومتیان و وابسته مرگ نمیشه. پدر یک به اصطلاح شخصیت سیاسی شد. مرگ پدر یک شخصیت سیاسی آی دکتر مذهبی. آی دکتر تلقی. آیا این لاتای حکومتی یا شخصیت سیاسی حکومت به قول شما آیا اینا ارتباطی دارن با لاتای غیر حکومتی علل قاعده یا ندارن بر اساس دریافت یا اطلاعات شما؟ به نظر میاد نداشته باشن، برای اینکه خانایی نداره، یعنی اونها تلاش میکنن از اینا غیر حکومتی ها فاصله بگیرن به خاطر نوع رفتار اینا و یا نوع برخوردهای اینا، یعنی دو طرف چندان تمایلی ندارن، ولی حکومتیان تلاش میکنن اینها رو جذب کنن و همونطوری که عرض کردم نشون داده شده که یا از میان اینها یارگیری میکنن یا تلاش میکنن اینها رو در مواقع لزوم ازشون استفاده بکنن، ولی در واقع هیچ خانایی بین این دو طیف نیست و به نظر نمیاد وجه اشتراکی داشته باشن. آقای دکتر 10 ثانیه به من فقط اینو بگین، آیا علت اصلی، ضعف اصلی این رو، ضعف رهبری اپوزیسیون در سازماندهی خشم جوانان میدونین یا عامل دیگه ای به عنوان عامل اصلی همچین فجایعی در ایران؟ عوامل همین مسئله ناتوانی اپوزیسیون در تحلیل از این مسائل و در عین حال نشون دادن یک راهکار درست در رابطه با این مسائل مشخصی که ما الان بهش پرداختیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مسعود نقره‌کار، پزشک، نویسنده، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی. ممنونم آقای دکتر که در خدمتتون بودیم. منم از شما تشکر. یک پرده آخر توپ و بسیار کوتاه بریم پرده آخر. رئیس جمهور نوکر شخص منه، نمیتونه من وقتی دارم میرم بگه من به تو احترام نذارم، غلط میکنه احترام نذاره، اون نوکر منه، فقط نوکر منه، رفته اونجا نشسته، پولش هم من از بیت المال دارم باش حساب میکنم. شب و روزگار خوش.